با پوشش ویژه تحولات در ایران و خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی با ایران اینترنشنال هستید. روشن است که دولت موقت جایگزین پیش از هر چیزی باید حقانیت و مقبولیت داشته باشد. شاهزاده رضا پهلوی میگوید هر کس در صفوف متحد شکاف ایجاد کند به جمهوری اسلامی کمک کرده. او همچنین گفت مردم ایران نیاز به کمک بین‌المللی دارند. ما اعضای جامعه پزشکی مشهد یک، هر گونه خشونت در همه سطوح جامعه، خشونت آشکار و پنهان را محکوم کرد. تجمع حدود 200 تن از کادر درمان در مشهد، اعتراض پزشکان به حضور نیروهای امنیتی در بیمارستان‌ها و خشونت با معترضان. گزارش ویژه ایران اینترنشنال از بستری شدن برادر اسرا پناهی در بیمارستان. محمد رضا پناهی پس از پخش اعتراف تلویزیونی اقدام به خودکشی کرد. چیزی که میتوانم بگویم این است که همه شواهد حاکی است که ایران به روسیه پهپاد میدهد. واکنش ناتو به ارسال سلاح و پهپاد از جمهوری اسلامی به روسیه. اتحادیه اروپا هم برای تحریم مقام‌ها و نهادهای ایرانی توافق کرد. سلام، نادر سلطانپور هستم و خوشحالیم که در این برهه مهم از تاریخ ایران لحظه به لحظه کنار شما هستیم. سی و چهار روز پیش مهسا ژینا امینی جانش را از دست داد و در آنچه طولانی ترین اعتراض‌های سراسری علیه جمهوری اسلامی خوانده شده، معترضان به عناوین مختلف در صحنه هستند. امروز نوبت شاهزاده رضا پهلوی بود تا در یک نشست خبری درباره وقایع در ایران صحبت کند و به سوالات خبرنگاران جواب دهد. او بار دیگر تاکید کرد درباره شکل نظام سیاسی آینده هیچ اولویتی ندارد. راه حل های شما چه هست؟ اگر که بخوایم یک مشکل، یک معضل اصلی رو بخواید نام ببرید که باید فوری و فوتی بهش پرداخته بشه، این معضل چه هست و شما چه راه حلی براش دارید؟ در جای دیگه اشاره کردید که نظری در رابطه با شکل و فرمت دولت آتی ندارید. اگر که شخص به لحاظ شخصی بخواید بگید که چه چیزی به نظر شما برای ایران میتونه راهگشا باشه، این دولت رو شما در چه شکل و فرمتی میبینید؟ ممنونم. در اصل به دو فاز متفاوت نگاه میکنیم. فاز کنونی که فاز قبل از فروپاشی نظام هست، طبیعتاً مهمترین مسئله در اون همسویی، همکاری و پشتیبانی از نهضت‌های داخل کشور هست، با همکاری مستقیم بین نیروهایی که خارج از کشور به این کار دارن میپردازن و همچنان با نیروهایی که در داخل کشور هستند. این که از لحاظ تاکتیکی دقیقاً چه کاری بایست و میتوان انجام داد واقعاً بستگی به شرایط عینی و منطقه‌ای در کشور ما داره و همطور که اشاره کردم یکی از راه‌های موفق این بوده که سیبل مشخصی به نظام داده نمیشه که گروه خاصی یا رهبریتی خاصی یا محل خاصی رو بتونن نشانه بگیرن. هرچقدر بیشتر نیروهاشون متفرق و پخش میشن، کار مبارزین رو آسان‌تر میکنه و کار مقابله رو به رژیم مشکل‌تر. و این یک تاکتیک موفقی بوده که در عمل دیدیم تا برسیم به مرحله فروپاشی. اما همطور که در سخنرانی اشاره کردم، خیلی مهم هست که از همکنون پیشبینی و برنامه‌ریزی این که اون دولت موقت یا انتقالی، هر چه اسمش رو بگذاریم، واقعا داره چه مسئولیت‌هایی است. و در واقع دو کار مهم هست، یکی وضعیت آنی کشور هست که بهش اشاره کردم، ولی مهمترین مسئله از دید یک روند دموکراتیک برای نتیجه نهایی رسیدن که سالهاست که راجع بهش صحبت کردیم، من به سهم خودم صحبت کردم، قبول اون مکانیزمی است که در اصل تصمیم گیر هست. بالاترین مرجع تصمیم گیری مجلسی است که نمایندگان مردم در اونجا بتونن این تصمیمات رو بگیرن. و در اصل اگه بخوام بگم، تفاوتی که امروز در صحنه ملاحظه میکنم این هستش که اگر زمانی بود که در اپوزیسیون به طور کلی همه درگیر تئوری‌های حکومتی خود بودن ولی کمتر توجه میکردن به تئوری حاکمیت، در اصل رسیدیم به مرحله‌ای که از دو حال خارج نیست. یا یک تئوری حاکمیت مشترک همه داریم و قبول میکنیم به عنوان یک مرجع تصمیم گیری، یا نداریم.
اکثر نیروهای دموکراسی خواه تا اونجا که من میدونم اعتقاد و توافق بر این مسئله دارن که در جایی که اختلاف نظر هست در تئوری حکومت، اون مجلس مؤسسان هست که به این مسائل خواهد پرداخت و لااقل به این فرم میتوانیم به این نتیجه دموکراتیک برسیم. من شخصا هیچ تئوری خاصی رو ترجیح به دیگری نمیدم تا زمانی که اساسش حکومت سکولار دموکراتیک باشه که درش یه سری این شرایط واقعا از نظر حقوق بشر، از نظر یک پارچگی مملکت، خیلی مسائل دیگر درش رعایت بشه. اون تصمیم مردم هست که نهایتاً چه میخوان. ولی برای خودم هیچ نقش سیاسی حکومتی نمیدونم و نمیخوام داشته باشم که دلایل بسیاری هست که وقت شما رو امروز باش نمیگیرم، به موقع توضیحاتمو خواهم داد. من تنها هدفم همیشه این بوده که برسیم به اون روزی که مردم بتونن برن پای صندوق رای و آزادانه راجع به سرنوشت خودشون بتونن تصمیم بگیرن. این تنها فوکوس من در تمام این سالها بوده و مبنای همکاری و دستی که به سوی دیگران دراز کردم برای اینکه با هم بتونیم مشترکاً به این مرحله از کار برسیم که مملکت واقعا بتونه، واقعا مردم در اصل، در شعاری که میگم ایرانمون رو پس بگیریم یعنی چی؟ یعنی مردم حاکمن بر سرنوشت خودشون، نه یه چیز دیگر، و داریم روز به روز به این مرحله نزدیکتر میشیم. شاهزاده رضا پهلوی گفت بین مداخله خارجی و کمک بین‌المللی تفاوت وجود داره و اضافه کرد مردم ایران با شعارهایی که میدند و ویدیوهایی که به بیرون میفرستند نشان میدن که خواهان کمک‌های بین‌المللی‌اند. روزی میرسد که پیکان قدرت از دست رژیم خارج خواهد شد و از همکنون باید برای آن آماده باشیم. روشن است که دولت موقت جایگزین پیش از هر چیزی باید حقانیت و مقبولیت داشته باشد، به ویژه از سوی شما نسل امروز که با جنبش انقلابی خود پایه‌های رژیم را به لرزه درآورده اید. همچنین دولت موقت باید تنوع طیفی و توان همکاری تکثرگرا را نشان دهد، وگرنه نخواهد توانست سنگ بنای دموکراسی ایران را تراز بگذارد. دولت موقت ایران با بهره‌گیری از مجموعه‌ای از تجربیات و کفایت‌های لازم باید بتواند این مأموریت‌ها و وظایف را به انجام برساند. جلب اعتماد مردم و برقراری آرامش، ثبات و امنیت کشور. وضع قانون و عدالت انتقالی. تضمین آزادی‌ها و حقوق مردم. حل مسائل و مشکلات فوری معیشتی مردم، تنظیم سیاست خارجی لازم برای تأمین منافع ملی ایران و برگزاری همه پرسی و تعیین شکل حکومت دموکراتیک و سکولار آینده. قابل تصور است که نیروی دموکراسی خواهی که از فرایند تشکیل دولت موقت کنار گذاشته شود، انتخابات برای مجلس مؤسسان و دولت برخواسته از قانون مصوبه آن را آزاد و منصفانه نخواهد دانست. بنابراین دولت موقت باید برآمده از افراد و تشکل‌های سیاسی باشد که توان همکاری با یکدیگر را دارند. شاهزاده رضا پهلوی بود امروز در یک نشست خبری. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ماست. آقای برزگر، ارزیابی شما چه هست از سخنان شاهزاده رضا؟ مشخصا مهمترین نکات به نظر شما چه بود؟ در مجموع به نظر من صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی بسیار بسیار مثبت بود. قبل از هر چیز او به نشون داد که درک و تفسیر دقیق از انقلاب جاری در ایران داره، هم از نحوه سازماندهی و رهبری میدانی در خیابان‌های ایران آگاه هست و اون رو در واقع تایید میکنه. به صراحت صحبت از این کرد، این که در واقع نسل جوان و انقلاب امروز مهارت‌های مدیریت غیر متمرکز رو میشناسه و تن به مدیریت‌های متمرکز و فردی و رهبری فردی نمیده، این رو به عنوان یک نکته مثبت قلمداد کرد که از جمله شناسایی و سرکوب اون از سوی نیروی سرکوبگر جمهوری اسلامی رو
دشوار کرده، خواسته ها و مطالبات مردم رو به خوبی به بازتاب داد، بیان کرد. همبستگی ملی که وجود داره با تکرار شعارهای مردم ایران که اتون رو پخش کرد که از جمله در شعار سنندج زاهدان چشم و چراغ ایران، و این وحدت ملی رو در واقع به عرصه ظهور گذاشت، از اون حمایت کرد. پیامی که خطاب به نیروهای نظامی از جمله نیروهای ارتش در این شرایط داد به نظر من مهم هستش، میتونه در واقع باعث بشه که بخشی از نیروهای مسلح دست کم در شرایط فعلی به وظیفه ملی میهنی و انسانی خودشون آگاه بشن، هشداری باشه به اونها که با دستگاه سرکوب همکاری نکنن. تأکیدی که بر روی در واقع تشکیل یک حکومت دموکرات و سکولار گذاشت و این که در واقع برای خودشون نقش قائل نشدن، به صراحت گفتند که به دنبال هیچ نوع نقش سیاسی و حکومتی نیستن و حساسیت ویژه‌ای هم روی شکل حکومت ندارن، به نظر من میتونه زمینه یک اتحاد عمل گسترده در بین نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور رو فراهم بکنه، برای اینکه طبیعتاً اون طیف جمهوری‌خواه قاعدتاً باید با آسودگی خاطر بیشتری بتونه به این سمت حرکت بکنه، چون روی در واقع محورهای اصلی حداقل در حرف الان اختلاف نظر چندانی مشاهده نمیشه. تأکیدش بر قانون، بر استقلال قوه قضاییه، دعوتش از حقوق‌دانان برای اینکه پیشنویس قانون اساسی تهیه بشه، این هم از نکات بسیار مثبتی بود که در صحبت ایشون وجود داشت. حالا یکی از نکات ایشون رو که خیلی فراتر بریم، آقای برزگر، شاهزاده رضا پهلوی از نیاز از تشکیل دولت موقت با توان تخصصی گفتن. به چه شکل باید این کار انجام بشه؟ چه کسی باید در واقع قدم جلو بگذاره و بالاخره یک نفر یا یک گروه یا یک دسته باید این توان تخصصی رو پیدا کنن و یک دولت موقتی تشکیل بدن؟ ببینید، من خب البته ایشون وارد جزئیات نشدن، ولی کلیاتی رو که مطرح کردن تا حدودی به نظر من همون چیزیست که دیگر احزاب و گروه های سیاسی هم مطرح میکنن. واقعیت همین هستش که به دلیل سرکوب و اختلالی که در داخل کشور وجود داره، جذب این نیرو از داخل کشور در شرایط فعلی خب میسر نیست. اونها در واقع در سازماندهی و رهبری میدانی بسیار بسیار موفق عمل میکنن. ایشون پیشنهاد کرد که میتونن این نیروها معرفانی در خارج از کشور داشته باشن. در این مرحله گروه‌ها و احزاب سیاسی خارج از کشور نیروهایی که دموکراسی خواه هستن، یعنی روی چند اصل اساسی، یعنی تمامیت ارضی، پارچگی کشور، سکولاریسم و حکومت دموکراتیک پارلمانی مبتنی بر حضور و فعالیت احزاب سیاسی تأکید داشته باشن، این گروه ها میتونن با هم همکاری بکنن و به هر حال به نوعی هم سابقه این به شکل گرفته. الان نیروهای مختلفی هستن که بیش از هر زمان دیگری به هم نزدیک شدن و متأثر از فضای سیاسی داخل کشور. به گمان من این اتحاد و این همراهی و همسویی در بین گروه های سیاسی مختلف در خارج از کشور هم به ناگزیر افزایش پیدا خواهد کرد، فشاری که از داخل وارد میشه و این فضایی که در داخل کشور و هم خارج از کشور ایجاد شده و اون رو در تظاهرات بسیار گسترده بی سابقه در شهرهای مختلف جهان میبینیم، عملا زمینه ساز این امر خواهد شد که نیروهایی که هم در واقع دموکراسی خواه هستن و هم توانایی اداری کشور رو دارن در اون دوران موقت که در واقع هم نیازهای فوری که ملت تامین بشه، هم زمینه برای تشکیل مجلس مؤسسان و برگزاری رفراندوم شکل حکومت برگزار بشه، من فکر کنم این آمادگی عملا به وجود خواهد اومد. جمشید برزگر، متشکرم از صحبت با ما. حدود 200 نفر از اعضای کادر درمان در مشهد امروز به خشونت نیروهای امنیتی با معترضان به ویژه کودکان، حضور آنها در بیمارستان‌ها و سوء استفاده از آمبولانس برای سرکوب اعتراض کردند. پرسنل درمان در مشهد همدلی خود با معترضان را ابراز کردند و شعارهای ضد حکومتی سر دادند.
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. در طی یک ماه اخیر ما ایرانیان شاهد وقایع غیر قابل باوری بوده ایم که قلب هر انسان آزاده ای را به درد می آورد. ما اعضای جامعه پزشکی مشهد، یک، هر گونه خشونت در همه سطوح جامعه، خشونت آشکار و پنهان را محکوم کرده و خواهان توقف آن هستیم. دو، خواهان جلوگیری از آسیب‌های بدنی، روانی، جسمانی، روحی وارد به جامعه، خصوصا کودکان و نوجوانان هستیم. کاربری آمبولانس و نمادهای پزشکی را محکوم نموده و جهت تعمیم اعتماد عمومی جامعه خواستار توقف آن هستیم. 4. خواستار ایجاد بستر مناسب برای ارائه خدمات جامعه پزشکی به همه آسیب دیدگان حوادث اخیر و عدم دخالت نیروهای امنیتی در پروسه درمان هستیم. 5. خواهان حفظ محرمانگی اطلاعات و اسرار مصدومان مراجعه کننده به مراکز درمانی طبق قوانین کشوری، بین المللی و سوگندنامه پزشکی هستیم. 6. خواهان شرایط مناسب برای شنیدن اعتراض مردم بدون لکنت در محیط امن هستیم. 7. خواهان حفظ استقلال سازمان پزشکی قانونی کشور در جهت جلوگیری از تخریب اعتماد عمومی هستیم. 8. هر گونه ورود نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و نیروهای با هویت نامشخص به محیط‌های آموزشی و درمانی را محکوم نموده و خواستار توقف آن هستیم. 9. و آخرین بند، خواستار حفظ سلامت جسم، روح، روان و روان بازداشت شدگان و خانواده آنها هستیم. چشم نگران جامعه پزشکی بیدار است و بر سوگندنامه خود وفادار و خود را مکلف می‌داند تا زمان دستیابی به تمامی درخواست‌ها از پای ننشیند. حقوق حقه شهروندان و بیقانونی باید تاوان سختگیری داشته باشد. بزرگترین سرمایه های این مملکت را که همانا جوانان و نوجوانان آن هستند به مسلخ میبرید. به جرم اینکه حق خود را فریاد زدند، راه هر گونه گفتگو را بستید و جواب هر سوال را با اسلحه و کشتار میدهید. اجازه بدید الان تموم میشه. از یک سو اختلاس و غارت ثروت‌های ملی فرزندان ما و انواع سوء مدیریت و بی‌تدبیری ها و از دیگر سو گلوله و گاز اشکاور و باتوم و شکنجه، به کجا چون این شتابان؟ این همه ظلم و جنایت دیگر بی جواب نمیماند. دنیا نظاره‌گر این صحنه هاست. دوران بخور و ببر و بکش تمام شده است. باید در برابر تک تک این فجایع مسئول و پاسخگو باشیم. تجمع شماری از کادر و پرسنل پزشکی در شهر مشهد شبنم آذر خبر بیشتر دنبال کرده شد. برامون بیشتر بگو در بیانیه‌شون مشخصاً مستاق این اعتراضاشون چه بود؟ در واقع باید بگم که شاید این یکی از بی‌پرواترین جلساتی بوده که در این مدت برگزار شده. در واقع اصلا دایره واژگانی که به کار برده شده در این بیانیه های اعتراضی و در واقع آن چه که بهش اشاره کردن مواردی بوده که همیشه در فضای مجازی ما می‌شنیدیم، اما که به شکل مکتوب از طریق اشخاص حقوقی و حقیقی به طور کامل مطرح
بشه واقعا بی‌پرواست و این نشون میده که تا چه اندازه مردم در موقعیت‌ها و فرصت‌ها و وضعیت‌های مختلف تلاش می‌کنن که در واقع با این اعتراضات همراهی بکنن. مصداق‌هایی که در این بیانیه بود بسیار اهمیت داره، مثلا اینکه همراه نقل بازداشت شدگان و یا ماموران یگان ویژه و ماموران امنیتی و لباس شخصی‌ها با آمبولانس‌ها که در واقع در این بیانیه اشاره شده که میخوان که متوقف کنن کاربری آمبولانس ها رو برای هر چیزی بجز مسئله درمانی. در واقع اومدن نامه نمادهای پزشکی رو در این اعتراضات اینها زیر سوال بردن و یکی از موضوعات که اینا راجبش حرف میزنن همین موضوعه. و همینطور اینکه دخالت کردن نیروهای امنیتی در درمان مجروحان به ویژه بچه‌ها و درخواست دیگه‌شون اینه که پرونده‌های پزشکی باید اینها سوگند پزشکی خورن و باید اطلاعات بیمار و مجروحی که میاد در بیمارستان محفوظ بمونه در بیمارستان، چیزی که ما میدونیم که مدت‌ها سر اعتراضات اتفاق نمیفته و در واقع مجبور هستن که در واقع کادر پزشکی تبعیت بکنن از حراست بیمارستان‌ها و حراست بیمارستان‌ها اطلاعات زخمی‌ها و مجروح‌ها رو میدن به نیروهای امنیتی. به هر حال مواردی که بهش اشاره شده موارد بسیار مهمیه، به خصوص دفاع از دانش آموزان رو بهش اشاره کردن که در واقع این دانش آموزانی که بچه‌هایی که میان زخمی میشن میان اینا جزیزاشو باشن که درمان بکنن. علاوه بر این حاشیه‌های دیگه هم این جلسه داشت که جالب توجهه، ما یه صدایی رو میشنیم تو همون ویدیو آخر که یه کسی به این خانومی که داره صحبت میکنه میگه که زودتر تمامش بکنیم و این خانم هم میگه که دارم در واقع این بیانیه رو تمام میکنم و دیگه صحبتش رو میخواد زودتر جمع بکنه. همین صدا رو باز توی حالا ویدیوهای بعدی که میبینیم میشنیم که میگه دارین برخورد احساسی میکنین و نباید این برخورد بشه که حالا در واقع اون شخصی که داره تلاش میکنه که این جمعو بر هم بزنه و به نحوی کنترل کنه. به هر حال علاوه بر همه اینها پلاکاردهایی که دست گرفتن، ما تصویر رو بلر کردیم، مات کردیم به خاطر اینکه کسی که ویدیو رو فرستاده بود از ما درخواست کرده بود که این تصاویر مات باشه تا چهره‌ها شناسایی نشه، اما پلاکاردهایی که در دست داشتن احتمالاً دیگه خانا نبوده، چند تا برای اضافه کرده بودن برای پزشکی قانونی که دیگه اعتبارش رو از دست داده و بسیاری از در واقع برایهای دیگه که این جلسه رو به نظر بسیار متفاوت کرده بود. پس نگاه می‌کنی و متشکرم از شما. چی شد که این جامعه پزشکی الان اینجا هست دور همیم، حتی شاید مانع بشن محدود کنن، ولی با همه محدودیت ها جامعه پزشکی اینجاست. دغدغه ها، دلسوزی ها، نگرانی ها برای ایران. نرجس شیراقی ماما و فعال حقوق زنان از لین شوپینگ سوئد با ماست. خانم شیراقی، اول چه فکر میکنید راجع به واقعا اقدامات شجاعانه همکاران شما داخل ایران، مشخصا در مشهد؟ شبتون بخیر. راستش رو بخواید بعد از رفتار بسیار غیر حرفه‌ای سازمان نظام پزشکی کشور، سکوت بسیاری در نظام پزشکی تهران و شهرهای دیگه، به جای اینکه با مردم همراهی بکنن، پزشکان حکومتی خراب شدن آمبولانس و تخریب آمبولانس رو محکوم کردن، به جای اینکه سرکوب مردم توسط آمبولانس محکوم بشه. چیزی که پیش اومد اینه که در شهرهای مختلفی از جمله مشهد در این باره صحبت شد، گروه های و کانال های نظام پزشکی رو میبندن. صحبت هایی که در این زمینه میشه فوری وارد پی ام شخصی افراد میشن، بهشون تذکر داده میشه. بارها تو شهرهای مختلف همکاران درخواست کردن برای اینکه این گروهی که سالهای سال پزشکان حکومتی که برای سرکوب همکارانشون شورهای مختلفی رو در نظام پزشکی و سازمانها بر عهده داشتن، فکر میکردن با درماندگی آموخته شده میتونن همیشه این کار رو ادامه بدن، در حالی که شاید جای سوال باشه که چرا همکارای مشهد
اینقدر ناراحتن، برای اینکه چیزهایی که دیده شده توی مشهد، اینکه نوجوانی بمیره و به خاطر اینکه بیمارستان امام رضا پذیرشش نکرد، چه ببخشید بیمارستان فارابی پذیرشش نکرده، فجایعی که شده، دانش آموزانی که زخمی شدن، اصلا اجازه ندارن که این کارو بکنن و بهشون میگم کادر درمان حکومتی اسامی رو در اختیار نیروهای امنیتی قرار بدن. اینا چیزهایی که همکاران تو مشهد دیدن و چیزی نیست که باهاش موافق باشن، چون همه کادر درمان نگاهشون نیست، مثل گروهی از مشهد که بیانیه‌ای نوشتن به قوه قضاییه و درخواست کردن که شورش مردم رو سرکوب بکنه. این نگاه همه جامعه پزشکی نیست و جامعه پزشکی میخواد تکلیف خودش رو معلوم بکنه. تمام گروه‌های کشور این کارو کردن. وقتی معلمی اعتراض میکنه، هنرمندا اعتراض کردن و جامعه پزشکی که انتظارش این بود که سازمان نظام پزشکی، سازمان پزشکی قانونی یا انجمن‌های گروه‌های پزشکی کاری انجام بدن و دید که نادیده گرفته شده رفتن. این برنامه مشهد هم همینطور بوده، یعنی بهشون اعلام کردن که شما شعار ندید، فیلم نگیرید، پلاکارد ننویسید، اجازه ندادن بیرون برگزار بشه، ولی و کارت نظام پزشکی همه رو چک کردن واردشن که کنترل بشه. دوربین مدار بسته هم بوده و شما نگاه کنید که همکاران با چه شجاعتی حاضر شدن این کار بکنن، برای اینکه سوگندنامه پزشکی خوردن و اولین چیزی که باید در نظر داشته باشن اینه که آزار نرسونن و اینکه از کادر از بیمار از آمبولانس ها برای سرکوب مردم استفاده بشه و صدای مردم نادیده گرفته بشه، جایی که خود همکارای کادر درمان فرزندانی رو دارن که شجاعانه وارد میدان شدن و به ما یاد دادند دهه 70 ها، دهه 80 ها که امید هست برای آزادی و برابری، امید هست. برای من اینو یه نقطه آغاز میبینم که دیده بشه و مردم بدونن که همه جامعه پزشکی پزشکان حکومتی نیست. نرجس شیراغایی، ماما و فعال حقوق زنان در سوئد، متشکرم از صحبت با ما. همونطور که میدونید 34 روز گذشته از کشته شدن مهسا ژینا امینی و هنوز پرونده او در برزخ. حالا خبری که رسیده اینه که وکلای پرونده خانم امینی به قوه قضاییه نامه نوشتن و گفتن نظر کمیسیون پزشکی قانون رو قبول ندارند و به پرونده اصلی او اصلا دسترسی نداشته، نه وکلا و نه خود خانواده. وکلای خانواده مهسا در این نامه که رویداد 24 منتشر کرده گفتن اظهارات 4 مأمور گشت ارشاد هم اصلا در پرونده وجود نداره. ممنون که با پوشش ویژه ایران اینترنشنال هستید. ما تا دقایق دیگه برخواهیم گشت و شما رو در جریان خبرهای بیشتری خواهیم گذاشت، از جمله برادر اسرا پناهی، دختری که در اردبیل کشته شد. برادرش الان ما هم تایید میکنیم که اقدام به خودکشی کرده. بیشتر در این باره براتون خواهیم گفت. تا دقایق دیگه با شما برخواهیم گشت. با پوشش ویژه تحولات در ایران و خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی با ایران اینترنشنال هستید. روشن است که دولت موقت جایگزین پیش از هر چیزی باید حقانیت و مقبولیت داشته باشد. شاهزاده رضا پهلوی میگوید هر کس در صفوف متحد شکاف ایجاد کند به جمهوری اسلامی کمک کرده. او همچنین گفت مردم ایران نیاز به کمک بین‌المللی دارند. پزشکی مشهد، یک، هر گونه خشونت در همه سطوح جامعه، خشونت آشکار و پنهان را محکوم کرد. تجمع حدود 200 تن از کادر درمان در مشهد، اعتراض پرسنل پزشکی به حضور نیروهای امنیتی در بیمارستان ها و خشونت با معترضان. گزارش ویژه ایران اینترنشنال از بستری شدن برادر اسرا پناهی در بیمارستان. محمد رضا پناهی پس از پخش اعتراف تلویزیونی اقدام به خودکشی کرد. چیزی که میتوانم بگویم این است که همه شواهد حاکی است که ایران به روسیه پهپاد میدهد. واکنش ناتو به ارسال سلاح و پهپاد از جمهوری اسلامی به روسیه. اتحادیه اروپا هم برای تحریم مقام‌ها و ناتو ایرانی توافق کرد.
خوش آمدید به ایران اینترنشنال. یافته های ایران اینترنشنال هم تایید کرده که محمد رضا پناهی، برادر اسرا پناهی، دختری که در جریان حمله نیروهای امنیتی به دبیرستانی در اردبیل جان باخت، اقدام به خودکشی کرده. گفته شده محمد رضا پناهی پس از اعتراف اجباری در تلویزیون جمهوری اسلامی و طرح ادعای بیماری زمینه خواهرش اقدام به خودکشی کرده. او در بیمارستان امام خمینی اردبیل بستر است. علیرضا اردبیلی، تحلیلگر سیاسی و مدیر وبسایت تریبون از استکهلم سوئد با ما. آقای اردبیلی، چه بیشتر میتونید در این باره برامون بگید که واقعا وضعیت اسفناکیه که خانواده پناهی دچار شدند؟ با سلام، اسم محمد رضا پناهی به عنوان برادر اسرا پناهی در آگهی مجلس ترحیم ایشون که دو روز پیش در اردبیل برگزار شد، 26 ماه مهر ماه بود، اونجا اومده بود در جزو بستگان خانم اسرا پناهی که خواهر محمد رضا پناهی، یعنی تا اون روز این خبر تایید شده بود که همچه برادری داره و اینو در اون اعتراف اجباری هم دیدیم. در این مورد خود نماینده اردبیل در که روحانی هست در مجلس شورای اسلامی اون ادعا را مطرح کرده، منابع دیگری هم اینو خبر رو تایید کردن که برادرشون محمد رضا پناهی خودکشی کردن و در بیمارستانی که شما اسمشو بردید بستری هستند. آیا اردبیلی، میتونیم تجسم کنیم که ممکنه دلیل خودکشی چه بوده باشه، اما آیا میدونیم مشخصا دلیل خودکشی چه است؟ آیا او از اینکه مجبور شده اعتراف تلویزیونی کنه و واقعیت رو پنهان کنه، در واقع به اجبار، این باعث شده که دست به خودکشی بزنه؟ حدس طبیعی اینه، یه خانواده که داغداره به خاطر مرگ دختر نوجوانش، یه برادر اون خانواده، یه برادر داشته فقط، اون تنها برادر اون خواهره که اخیراً خانواده رو داغدار کرده با کشته شدنش، نمیتونه دست به خودکشی بزنه. این توضیح کاملا طبیعیه که این به خاطر پشیمانیش، به خاطر تسلیم شدنش به فشار مقامات امنیتی دست به این کار زده. یعنی به نظر هیچ توضیح منطقی دیگری در دم دست نیست به نظر من. شخصیت ها و همچنین نهادهای معتبری این خبر را تایید کردن، از جمله شورای هماهنگی تشکل های صنفی، همچنین علی دایی. چرا به رغم همه اینها حکومت داره همه تلاش شروع میکنه که واقعیت رو پنهان کنه؟ من نمیدونم واقعا آیا عقل کلی پشت سر اقدامات رژیم هست یا نه. یه سری مثل این که اقدامات ابتکارات شخصی، مثلا امام جمعه گفته همچه کسی وجود نداره، بعد نماینده اردبیل در مجلس گفته که خودکشی با چند روز قبل از کشته شدنش با خوردن گرس اقدام به خودکشی کرده بود اسرا پناهی. یعنی به نظر نمیاد که عقل منطقی یا یه مرکز فکری از سوی رژیم این مسائل دنبال بکنه. به دلیل گسترده بودن اعتراضات و گسترده بودن سرکوب ها و گسترده بودن مواردی از این قبیل، کشته شدن کودکان و نوجوانان در سنین بسیار پایین، به نظر من رژیم دچار سرگیزگی و نمیدونه رفتار خودش تنظیم بکنه. والا اگر یه کوچکترین هماهنگی در درون ارگان های سرکوب و ارگان های ایدئولوژی رژیم بود، ما همچو بلبشوی از اطلاعات متناقض از سوی مسئولان دست اول رژیم اونطور که من اشاره کردم نداشتیم. علیرضا اردبیلی، تحلیلگر سیاسی، متشکرم از صحبت با ما. اتحادیه اروپا موافقت کرده مقام‌ها و نهادهای ایرانی مسئول ارسال پهپاد به روسیه رو در فهرست سیاه قرار بده. صنایع هوایی شاهد، محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، حجت الله قریشی مسئول تامین و تحقیقات وزارت دفاع و سعید آقاجانی از فرماندهان نیروی هوافضای سپاه در فهرست تحریمی اتحادیه اروپا قرار دارند. دولت بریتانیا هم در اقدام مشابه این افراد و نهادها رو تحریم کرده. ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو، در نشستی خبری با نخست وزیر سوئد گفت هر گونه ارسال پهپاد و موشک از تهران به مسکو نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل. What I can say is that every indication points to Iran. چیزی که میتوانم بگویم این است که همه شواهد حاکی است که ایران به روسیه پهپاد میدهد. ما از همه کشورها از جمله ایران میخواهیم که از جنگ غیر قانونی روسیه علیه اوکراین حمایت نکنند. But we are of course monitoring closely what Iran are doing. ما در ناتو مطمئنا هر گونه حمایت احتمالی ایران از روسیه را تحت نظر داریم.
و از ایران می خواهیم پهپاد و موشک به روسیه تحویل ندهند. هر گونه ارسال موشک به روسیه نقض آشکار قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل تلقی می شود. دبیر کل ناتو بود. رئیس جمهوری اوکراین هم گفته فقط در یک ماه گذشته نیروهای اوکراینی 233 پهپاد انتحاری ساخت ایران رو سرنگون کردند. و در واکنشی جدید از تهران، حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه امروز توییت زده، بر همکاری نظامی بین تهران و مسکو تاکید کرده، اما گفته ارسال سلاح و پهپاد علیه اوکراین سیاست جمهوری اسلامی نیست. امیرعبداللهیان نوشته در تماس با مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا گفته سیاست تهران مخالفت با جنگ و تشدید جنگ در اوکراین. مخالفت با تشدید جنگ در اوکراین. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از پایتخت آمریکا با ماست. آقای ندیمی، از همین واکنش وزیر خارجه ایران شروع کنیم که گفته که تاکید کرده که دو کشور همکاری نظامی دارن، اما سیاست تهران جنگ در اوکراین نیست. خب به نظر میرسه که همچنان سیاست رسمی جمهوری اسلامی تکذیب هر گونه همکاری نظامی با روسیه هستش، در حد تحویل دادن هواپیماهای بدون سرنشین انفجاری و همینطور موشک‌های بالستیک. ولی واقعیت‌ها یه چیز دیگر نشون میده، کاملا واضحه و جای هیچ تردیدی واقعی نیست که جمهوری اسلامی نه تنها این هواپیماهای بدون سرنشین انفجاری و همینطور حالا در آینده موشک‌های بالستیک رو تحویل داده و خواهد داد به روسیه، این کار رو در قبل از شروع جنگ اوکراین انجام نداده و حتی بعد از شروع جنگ هم انجام نداده، بلکه درست در زمانی شروع کرده به تحویل این تسلیحات که وضعیت جنگ به طور کامل به ضرر روسیه تغییر یافته و این خطر وجود داره که روسیه در این جنگ شکست بخوره، چیزی که در ابتدا در شروع جنگ اصلا قابل پیش بینی نبود و جمهوری اسلامی هم همونطور که در صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی میومد کاملا انتظار داشت که روسیه خیلی سریع در اوکراین پیروز بشه و یک شکست استراتژیک دیگه به محور غرب و ناتو وارد بشه که بتونه جمهوری اسلامی به دشمنان خیلی و خارجیش نشون بده که ببینید این افرادی که شما بهشون امید دارین چقدر ناتوان هستن در دفاع از کشورهای متحدشون. ولی دیدیم که واقعیت طور دیگه رقم خورد. حمایت همه جانبه ناتو از اوکراین باعث شد که روسیه در معرض خطر شکست قرار بگیره و حالا جمهوری اسلامی میبینه که باید این سلاح‌های استراتژیک رو در اختیار روسیه قرار بده و من تعجب نمی‌کنم که حتی تحویل برخی از اونها با ابتکار جمهوری اسلامی بوده باشه، چون نمیخوان که روسیه در اونجا شکست بخوره و این روش استفاده از اینها کاملا مشخص هستش که برای این هست که و هیچ محدودیتی هم جمهوری اسلامی براشون قائل نشده و کاملا مشخص بوده که تحویل این سلاح به روسیه حتما در جنگ اوکراین مورد استفاده قرار میگیره. من تکذیب‌های جمهوری اسلامی رو اصلا باور نمی‌کنم، در همون رده تکذیب سرنگون کردن هواپیما اوکراینی. خیلی فرصت کوتاه است آقای ندیمی، این تبعات و پیامداش چیه؟ روسیه متهم به در واقع جنایت جنگی و جنایت علیه بشری در اوکراین شده، تهران حالا تبعاتش براش چه خواهد بود؟ خب برای تهران هم طبیعتاً تمام این پرونده‌های جنایت جنگی میتونه شامل ایران هم باشه، در محکمه‌های جنایت جنگی ایران هم میتونن دنبال خواهند کرد، ولی از برای ایران من فکر می‌کنم همین قطعنامه 2231 میتونن به دنبال موضوع حل اختلاف و کمیسیون حل اختلاف و در نهایت مکانیزم ماشه و برگردوندن تمام 7 قطعنامه‌ای که از سال 2006 علیه ایران صادر شده بود بشه و مجدداً تمام تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران برقرار بشه. این احتمال خیلی زیاده، به خصوص اگر موشک‌های بالستیک از ایران در اختیار روسیه قرار بگیره و این موشک‌های بالستیک در جبهه جنگ مورد استفاده قرار بگیره و بر سر مردم اوکراین فرود بیاد، اون موقع به نظر من اراده جامعه جهانی برای مقابله با جمهوری اسلامی دوچندان خواهد شد. فرزین ندیمی در واشنگتن، متشکرم از صحبت ما با بگذارید. در این چند دقیقه باقی مانده از این بخش خبری شما رو در جریان آنچه که در بریتانیا داره رخ میده، که از لحاظ اقتصادی و سیاسی به شدت کشور در حال تلاطمه. 8 روز دیگه بریتانیا نخست وزیر جدید خواهد داشت و این بار هم اعضای حزب محافظه‌کار رئیس دولت رو انتخاب میکنن. دلیلش استعفای لیز تراس از این مقام. خانم تراس ساعتی پیش
استعفا کرد 45 روز پیش به این مقام رسیده بود و حالا رکورد نه چندان درخشان کوتاه‌ترین دوره نخست وزیری در تاریخ بریتانیا را داراست. با توجه به شرایط فعلی کشور، من نمیتوانم به تعهداتی که در انتخابات رهبری حزب به من واگذار شده عمل کنم. بنابراین مراتب استعفای خودم را از سمت رهبری حزب محافظه‌کار به اعلی حضرت ارسال کردم. تا زمان تعیین جانشین من در سمت نخست وزیری به کار ادامه خواهم داد. در همین مدت کوتاه خانم تراس دو وزیر ارشدش رو از دست داد، مجبورشون استعفا بکنند. برنامه‌هاش با هرج و مرج و نابسامانی همراه بوده، نهایتاً اعتبارش رو از دست داد و حزبش تصمیم گرفت زیر پاش رو خالی کنه. خانم تراس جانشین بوریس جانسون شده بود وقتی خود او هم به دلیل رسوایی‌های فراوانی که درگیرش شده بود نهایتاً مجبور به کنارگیری شد. اما چه نام‌هایی برای نامزده نخست وزیر بعدی مطرح شده؟ باورتون میشه یا نه؟ گزارش ها کیست؟ بوریس جانسون که الان در یکی از جزایر کارائیب در حال گذراندن تعطیلاته، میخواد خودشو نامزد کنه تا به شماره 10 برگرده. اسم بن والس وزیر دفاع هم مطرح شده و دیگری ریشی سوناک وزیر پیشین دارایی که رقابت برای این مقام رو به خانم تراس باخت. به دلیل بی‌ثباتی که این فرایند ایجاد کرده، کرستام رهبر حزب کارگر گفته دیگه بس، حزب محافظه کار و اعضاش نباید نخست وزیر آینده را انتخاب کنن، زمانش رسیده که انتخابات سراسری زود هنگام برگزار بشه تا بلکه خود مردم نخست وزیر بعدی رو انتخاب کنن، چون انتخابات سراسری اگر زود هنگام انجام نشه حدود یک سال و نیم دیگه انجام خواهد شد و فعلا کشور دچار به شدت دچار تلاطم شده. ممنون که با پوشش ویژه خبری ایران اینترنشنال همراه ما هستید. ساعت 10 شب به وقت ایران دوباره با شما خواهیم بود.